بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام حضور محصلین عزیز و گرامی، خدا کنه که صحتمند و تندرست باشین. محصلین عزیز، مضمون اطفال هست و ما در مورد امراض تنفسی اطفال صحبت میکنیم. در جلسه قبل راجع به عمومیات نمونیا یا سینه بغل و همچنان نموکوکال نمونیا صحبت کردیم و در این جلسه راجع به نمونی های ناشی از استافیلوکوک اوریوس، استرپتوکوک، هیمفیلوس انفلانزا و همچنین پرایمری اتپیکال نمونی ها انشالله صحبت خواهیم کرد. استافیلوکوک نمونی ها، در اینجا در ابتدا من یک تصویر آوردم از اکسری استاف نمونی که در واقع وصف تشخیصی از او عبارت از نوماتوسل ها هست. نوماتوسل ها در واقع خالیگاه های در خود ریه، در خود نسج شش هستند که اینها حاوی مایع و هوا هست و نام نوماتوسل یاد میشه. این قسمت میبینیم و همچنان این قسمت نوماتوسل های قابل رؤیت هست و این وصف تشخیصی استاف نمونی های و همینطور یک کلیشه اکسری که شما دیدیم، شما تشخیص شما استافیلوکوک نمونیا باشه. خب، از نظر عامل مرض استافیلوکوک اوریوس، خود از او یا استافیلوکوک طلایی عامل مرض استاف نمونیا هست و معمولا تفلار در بر میگیره که اینا در دوران شیر خارجی و طفولیت مقدم قرار دارن. طرق سرایت از هم در ابتدا یک آفت پرانشیم ریه ممکنه وجود داشته باشه، یک آفت ابتدایی پرانشیم ریه وجود می داشته باشه و از اینجا باز سرایت میکنه در قسمت های ریه و یا اینکه به صورت انتان ثانوی داره وجود داره که این انتان ثانوی ممکنه که انتانات در جلد باشه، در کلیه باشه، انتونات دیگر مثل انفلانزا، سرخکان و غیره اینا باشه و اینا البته سرخکان و انفلانزا و سیستیک فیبروزز و آفات تقیوی کوچک استافیلوکوک اینا بنام فاکتورهای مساعد کننده یاد میشن، ولی به صورت ثانوی ممکنه که در اثر سپسز ناشی از استافیلوکوک در ریه چکار شه؟ ایجاد بشه. از نظر پتولوژی در نزد مریض ابتدا یک آفت منتشر ریوی در نزد اطفال خود شیر خواهی ایجاد میشه، ابتدا به شکل منتشر هست، به زودی لوکالایز میشه یعنی موضعی میشه و باعث تخریب قصبات و الویول ها میشه و باعث ایجاد چی؟ یک سلسله آبسه های در داخل برانش ها، در داخل خود نسج ریه. وقتی که آبسه های ایجاد شد و ممکنه که آبسه ها پاره بشه و قیزو تخلیه بشه در داخل برانش ها و وقتی که شخص تنفس میکنه در اثنای شیق ممکنه که هوا داخل ای آبسه پاره شده بره و شکل نوماتوسل به خود بگیره که در واقع همی موجودیت یک در واقع آبسه تخریب شده که حاوی قیه و هوا هست به نام چی؟ به نام نوماتوسل یاد میشه. و همچنان در نزد مریض در کلاپس برانش ها در اثنای زفیر اتفاق میفته. وقتی که در اثنای زفیر برانش ها کلاپس میکنه تخلیه هوا صورت نمیگیره و در قسمت پایین تر از جایی که کلاپس صورت گرفته پرهوای ریه قابل رؤیت هست. نوماتوسل ها متعدد هستن، بیشتر یک عدد هستن، ممکنه که سازهای مختلف داشته باشن. نوماتوسل ها معمولا بعد از گذشت زمان رشف میشه، یعنی خود از اون جذب میشه و از بین میره، ولی ممکنه که باز اینا به پریکار انتشار پیدا بکنه و یا به جیوف مبیاستین انتشار پیدا بکنه، باعث پریکاردیت تقیحی بشه. یکی از اختلالات عمده استاف نمونی پریکاردیت تقیحی است. آمپیم یا در واقع موجودیت در واقع مایع قیحی یا مایع چرکی در داخل شش بنامه آمپیم میگم، یا آمپیم در نزد اطفال کمتر از 2 سال که اگر اتفاق بیفته تقریبا همیشه ناشی از چیه؟ ناشی از استافیلوکوک هست. اینما یک طفل کمتر از 2 سال وقتی که با حالت استرس تنفس میه و ما اکسری میگیریم و در اکسری زیر آمپیم قابل دریافت هست، ما در واقع حکم میکنیم که طفل یک مصابه چیه؟ استافیلوکوک یا استاف نمونیا هست. از نظر تظاهرات کلینیکی نزد مریض به تغییر یک انتون تخت نفسی اولوی یا پیودرمیا یا کدام آفت تقیوی دیگر نزد مریض استاف نمونی تظاهر میکنه و تغییر وضعیت به شکل حاد هست، یعنی به شکل حاد دو فالمنانت ایجاد میشه. اگر شما دیدیم که یک مریض اعراض تخت نفسی به شکل حاد ایجاد شد و مریض پیودرمیا داشت یا انتون تخت نفسی اولوی داشت یا یک مهراق دیگر از استاف در داخل بدن از وجود داشت و شکل حاد تغییر وضعیت کرد، یعنی وضعیت مریض دفتن خراب شد،
ما حکم میکنه که طفلک مصاب چیه؟ مصاب استفنومونیه و نزد مریض معاینات خون و همچنین اکس ری اخذ میشه. معمولا این مریضا سرفه دارن، توازن بسیار بلند هست، دیسترس تنفسی دارن، سیانوزیس دارن و نالش گرانتینگ دارن. تخرشیت و ناآرامی همچنان نزد اینا پیدا میشه و فرو رفتن قسمت سفلی سر یا چست اندروینگ نزد مریضا قابل دریافت هست. خب البته عرض علائم کلینیکی مربوط به شدت نمونیا هست، در صورتی که شدت نمونیا زیادتر باشه عرض علائم کلینیکی هم شدیدتر باشه، چست دراوینگ و سیانوز و دیسترس شدید تنفسی ممکنه که تظاهر بکنه. در ابتدا به صورت مقدم نزد مریض آوازهای تنفسی کاهش پیدا میکنه، رال های منتشر قابل اسخاء و در دو طرف هم رانکای قابل دریافت هست. در طرف معروف البته در جایی که معروف شده چی رانکای قابل سم هست. همچنان نزد مریض ممکنه که انسباب پلورال افیوژن ایجاد بشه، ممکنه نوموتوراکس ایجاد بشه، ممکنه آمپیم ایجاد بشه، که در صورتی که این حالات ایجاد شد وقتی ما قرار میکنیم عصبیت یا دلنس قابل دریافته و همچنان آوازهای تنفسی و وکال تنقیس یافته کاهش یافته و وکال فرمیتوس تثبیت میشه. نزد مریض ممکنه که توسعه بطنی یا ابدومینال دیستنشن ایجاد میشه که بعضی وقتا دکتر متوجه بیگه میشه شاید سپتیسیمی ایجاد شده یا ایلیوس پرالایتیک ایلیوس نزد مریض ایجاد شده باشه که در واقع جمله اختلالات استفنومونیا هم هست. وقتی که شخص مصاب استفنومونیا شد پیشرفت عرض بسیار سریع شوری مریض به شکل حاد و فالمنانت و سریع پیشرونده است و خود پیشرفت عرض هم سریعه. آفت منتشر اختلاطی و همچنین آبسای متاستاتیک ممکنه که ایجاد بشه. آفت منتشر اختلاطی ممکنه که یعنی که در یک قسمت بیشتر از دو قسمت آناتومی کرده، مثلا دو لوبر ممکنه مصاب بسازه یا سه لوبر مصاب بسازه یا دو لوبولر مصاب بسازه یا تو دو طرف شوش ممکنه مصاب بسازه، ولی ممکنه خارج از ریه انتشار پیدا بکنه، آبسا بره داخل جریان خون، سر جریان خون انتقال پیدا بکنه، مفاصل، پریکارد، عظام که بعد مستوی در دماغ ممکنه انتقال پیدا بکنه و باعث ایجاد آبسای متاستاتیک استف در سایر قسمت های بدن بشه. از نظر لابراتوری در خون ما لوکوسایتوزیس معلوم میبینیم که به نفع پولیمورفونوکلیرها هست، بالاتر از 15,000 معمولا. اما در صورتی که تعداد لوکوسیتها کمتر از 5,000 فی متر مربع باشه نشان دهنده امزال بسیار خراب و معمولا طفلایی که های لوکوپینی دارن و تعداد لوکوسیتها کمتر از 5,000 اینا به طرف اختلالات بسیار شدید معیوبیت و حتی مرگ میرسه میکنه. خب وقتی ما تلوین گرام بکنیم نمونه زوج میبینیم که کوک های گرام مثبت که در واقع استافل کوک هست قابل دریافت است، دریافت است و در رادیوگرافی ما نوموتوسل میبینیم که در این شکل نوموتوسل به شکل واضح قابل رؤیت هست. خب تشخیص ما زمان میگذاریم که یک طفل شیرخوار یک انتان استافیلوکوکی در سایر قسمت‌های بدن خود داشته باشه، مثلا یک پیودرمیای استافیلوکوک داشته باشه و یکی که در یک محیط طفل زندگی کنه که در اون محیط آفت استافیلوکوک منتشر شده باشه، مثلا مادرش مصاب آفت جلدی استافیلوکوک هست و این طفل هم در تماس زو قرار گرفته ممکنه که مصاب استاف نمونیا باشه و در شیرخواران جوان در انفانتیل ها کسانی که شیر مادر می‌خورن وفات بسیار خطرناک داره، به خصوص که اونا تعداد دبلیو سی از اونها پایین‌تر از 5,000 باشه. از نظر اختلالاتی که پیشتر هم ذکر کردیم پلورال افیوژن از جمله اختلالات از او است، آمپیم یا ایمپیما از جمله اختلالات از او است، نوموتوسل ها که پیشتر گفتم اینا هم از جمله اختلالات هست و البته یک نوع از آبسه هست، اینا ممکنه که طرف آبسه ریه آبسه بزرگ ریه بره که باز پلمونری آبسه رو بسازه که هم جمله اختلالات از او است و همچنین پرکاردیت هم از جمله کمپلیکشن های اختلالات استف نمونی به شمار میره. برای تداوی از به مجرد که ما تشخیص کردیم و تثبیت کردیم که طفلک مصاب استف نمونی است باید فوراً بستر شه و تجدید شه و ایزولیشن شه، توجه کنترل شه معمولاً مسئول برای طفلا با آنتیپالیتیکا مثل پاراستامول یا بروفین برمین تجویز میکنیم. هایدریشن بسیار ارزش داره، مریضایی که اکتونی خوردن دارن اثر خوراکی باید مقدار زیاد مایعات و سوپ پا برای مریض داده شه و اگر توانی نوشیدن ندارن اثر غوردی باید هایدریشن شن. اکسیژن ما در صورتی که استاد تنفس داشت و سیانوز در زمین پیدا شده بود و اگر ما با سچوریشن مریض نگاه کنیم سچوریشن مریض کمتر از 90 بود ما باید بر مریض چیکار کنیم؟ اکسیژن تجویز بکنیم. و همچنین در صورتی که آمپیم مریض داشت باید ما چیکار کنیم؟ اسپایریشن کنیم، ندل اسپایریشن شه
و در صورتی که مقدار آن پین هم زیادتر بود باید در واقع انترکوستا دکامپریشن شه، یعنی که تخلیه شه از پایشان شد کن و بعد نمونه از رو بگیریم کلچر کنیم و انتیبیگرام کنیم و انتیبیوتیک که در واقع مشخص از رو دریافت و تجویز بکنیم. برای دادن انتیبیوتیکا تا زمانی که نتیجه انتیبیوگرامیه ما میتونیم از کلوکساسیلین استفاده بکنیم، ارترومایسین استفاده بکنیم، پنیسیلین، سفالاسپین ها. در صورتی که با اینها جواب نداد، یعنی در ظرف 24 ساعت جواب نداد، وضعیت مریض خرابتر شد یا در ظرف 48 ساعت بیمارت باقی مان، ما باید انتیبیوتیک چنج بکنیم و به وانکومایسین تبدیل بکنیم و همچنان میتونیم از تیکوپلانین هم استفاده بکنیم. مقدار 10 میلی گرم فیکرو بمازه بدن هر 12 ساعت. در اطفال در نوزادها میتونه 3 تا 6 میلی گرم فیکرو بمازه هر 12 ساعت، مقدار کمتر داده میشه. و در صورتی که شما دوز از اینا رو خواستین باز میشه کسی گروپ مطرح بکنه و اینا الکترونزینا دوز از اینا رو شما بگم، چون شما حتما به فارماکولوژی خوندیم دوزاج از اینا در ادویه که در اینجا ذکر شده شما در صورتی که مشکل داشتین از طریق گروپ میشه پرسان بکنه، ان شاء الله در خدمت خواهیم بود. و تداوی ما چه وقت تا چه وقت ادامه میدیم؟ تا زمانی که اعراض علائم کلینیکی و رادیوگرافی برطرف شه، معمولا 2 تا 6 هفته در بر میگیره و حتی بعضا زیادتر در بر میگیره. خود استفنونی یک از واقعات بسیار خطرناک و دیوریشن طولانی تداوی داره و باید ما بسیار حوصله‌مندی تفلک تداوی بکنیم. نوماتوسل ها خود از اینا تداوی بالخواسته نداره، معمولا رش میشن. وقتی ما تداوی میکنیم شروع میکنیم خود از اینا رش میشه، ولی اگر بزرگ بود و ساد استرس نفسی شد بعد ما انترکوستال دکامپریشن کنیم و همچنین اگر آمپین وجود داشت یا نموتراکس وجود داشت بعد ما درناش کنیم، یعنی چست تیوب در نظر میست تطبیق بکنیم که خب البته خود تطبیق چست تیوب و درناش آمپین که است از زخم شدن ورقات پلورا جلوگیری میکنه. ما یکی از اقداماتی که باید ولی جلوگیری از زخم شدن پلورا انجام بدیم تطبیق چست تیوب و درناش مقدم آمپین هست. در صورتی که ما این کار انجام نده ممکنه که خود ورقات پلورا زخیم بشه، حتی التصاقی بشه و یک دیسترس طولانی مدت در نزد دیسترس نفسی ایجاد بکنه و حتی ممکنه که نزد مریض مشکلات تنفسی مزمن ایجاد بشه. و همچنان استرپتوکیناز رو برای مریض تجویز کرده میتونن در صورتی که مایع پلورا زیاد غلیظ نشده باشه، چون اگه زیاد غلیظ شد باز استرپتوکیناز برای سو قابل تأثیر نیست. یعنی یک چست تیوب نزد مریض تطبیق کرده، ما با استفاده از چست تیوب ما میتونیم که نزد مریض هم انترکوستال دکامپرشن کنیم و همون خود آمپیم از او تخلیه کنیم. این بود خلاصه ای از در مجموع اوار آل یا کلی از استف نمونیا بود. اگر شما به همین همچون مریضی برخوردیم در جمله اولویت های یا امرجنسی های نسوین بغل یا نمونیا در نزد اطفال به شمار میره و حتما باید تفلک بستر کنیم. نوع دیگر از این از خود نمونی ها اچ انفلوانزا نمونی ها هست، امفلوس انفلوانزا تایپ بی. معمولا امفلوس انفلوانزا اکثرا وایرال هست اما تایپ بی از باکتریاله، یک باکتری به سبب اکوت باکتریال نمونی ها نزد مریض میشه. معمولا طفلایی که بین سنین 3 ماه الی 3 سال سن دارن اینا رو مصاب میسازه، ولی در صورت اکس آنتی بدی از مادر شیرخوار ممکنه که تا سن 3 الی 4 از مادر در واقع شیرخوران ممکنه که 3 تا 4 در توصل سن سمایگی تا 4 میگی مقاوم باشن، به همین خاطر از سن سمایگی بالاتر مصاب میسازه. تقریبا همیشه مترافق با سپسیس هست، مریض یک سپسیس داره، یک انتونی در واقع شدیدی که باعث تظاهرات شده، با موجودیت باکتری در خون که سبب تظاهرات شده سپسیس میگن. از نظر سرایت از طریق انفیبول امی سرایت میکنه، به شکل لوکالایز هم ممکنه سرایت بکنه و از طریق خون هم قابل انتقال هست. معمولا انتانات خفیف انفیبول امی سو مریضی شدید در ماه های اول حیات میشن، در صورت که ما انتانات انفیبول امی که انفلوس انفلانزا مصاب ساخته این عاملش بوده، اگر اینو ما تداوی نکنیم ممکنه که در ماه اول حیات سبب تشدید مریضی و سبب ایجاد انفلوس انفلانزا نمونی هاشه. پتولوژی از نظر پتولوژی مثل سینوغل نموکوکی هست، سینوغل نموکوکی ما در جلسه قبل خوندیم و تخریب شدید اپیدلیوم برانشا و هموراجیک اودما بنساج بین الخلدی ممکنه که چکار کنه، انتشار پیدا بکنه و مو در واقع انترستیشل نمونیا نزد مریض ایجاد بکنه که مو در واقع تظاهرات مانند تظاهرات نموکوکال نمونیا ایجاد میکنه. خب از نظر تظاهرات کلینیکی شروع تدریجی داره،
ببینیم، ما اگر یک طفل آمد پیش ما و مادر شکایت میکنه که دفعتا مصابه اعراض تنفسی شده و دیستریس نفسی ایجاد شده، ما به استف نمونی شک میکنیم، و در صورتی که شروع اعراض به شکل تدریجی باشه، ما به هیمفلس انفلانزا نمونیا یا سایر انواع نمونیا ما شک میکنیم و به شکل انتان انفیبولومی معمولا انتظار میکنیم. در ابتدا انتانات ویروسی مشابه به انفلانزا تصویت سینرژیزم دارن. خب اگر یک وایرال انفلانزا هم مریض بگیره، یک سر ماخوردی کمان کلد مریض بگیره یا انفلانزا مریض بگیره، چون این هم انفلس انفلانزا نوع بی باکتریال هست، این تصویت سینرژیزم داره و باعث شدت مریضی میشه، طوری که خود انتانات سینرژیزم یعنی انتانات ویروسی که مشابه به انفلانزا هستن، اینا طرق تنفسی اپیتلیال از مختل میسازن و زمینه رو تکثر انفلس انفلانزا نوع بی در نسج تخریب شده مساعد میسازن و سبب ایجاد اچ انفلانزا نمونیا میشن. نیاز مریض یک تب متوسط هست، اگر یاد چون باشه در استف نمونی تب بسیار شدید بود، اما در این تب متوسط داره وسط تنفس و نالش و چست اندراوینگ قابل دریافت هست، با قرم و اسمیت در واقع دریافت میکنیم، برانکل بریتینگ ساوند و رال با اسقا قابل دریافت هست و تظاهرات از مانند برانشولیت که ما برانشولیت باز در سلاید های بعدی انشاءالله میخوانیم، اما سیر از این تحتالحاد و دوام داره. خب در برانشولیت شکل حاد ایجاد میشه، اما در خود اچ انفلانزا نمونیا به شکل تحتالحاد و دوام داره. اختلالاتی که ایجاد میکنه واسه باکتریمی ایجاد میکنه، پریکاردایتیس ایجاد میکنه، آمپیم، منینجایتیس و پولی آرترایتیس ممکنه ایجاد بشه. با نظر تداوی ما آمپیسیلین میدیم یا کرونفنیکول یا سفتاکسیم یا سفتراکسون، تداوی از بعد مدت 5 تا 14 روز تکمیل بشه و در صورتی که پلورال افیژن باشه، پلورال افیژن هم قابل تخلیه است، بعد به تخلیه یعنی علاوه بر اینکه ما آنتی بیوتیک برای مریض میدیم، در صورتی که پلورال افیژن بود و پلورال افیژن باعث تشدید دیستریس نفسی شده بود، حتما باید چکاش تخلیه شه که انشالله در کارهای عملی که بخیر بعد از اپیدمی کرونا انشالله کارهای عملی ما شما اگر شروع شد، باز مریضای زیاده هست که ما اونا رو انسباب کنیم و انسباب از اونا تخلیه کنیم و در واقع درناش. نوع دیگری از نمونیا استرپتوکوکال نمونیا هست که در واقع استرپتوکوکال نمونیا هم توسط استرپتوکوک بیتا آمینوتیک گروپ ای ایجاد میشه و فاکتورهای مساعد کننده از همون سرخکان و چکن پاکس، انفلوانزا و سیاه سرفه ممکنه که اینا باعث ایجاد استرپتوکوکال بیتا آمینوتیک گروپ به استرپتوکوکال نمونیا باشه و این معمولا مثلا که ثانوی ایجاد میشه و عامل عمده دیستریس نفسی در نظر اطفال بشه معمولا. اکثر اطفال که دیستریس نفسی دارن اما به شکل خیلی فالمنان توی حاد ایجاد نشده، اینا نشاندنده یک استرپتوکوکال نمونیا هست. از نظر پاتولوژی یک انترستیشیال نمونیا ایجاد میشه، این نمونیا بین الخلالی است، در قشوهای مخروطی قصبات و شزن تقرعات ایجاد میشه، اگر ما برانکوسکوپی بکنم قرارات کاملا قابل دید هست، قدرت لنفوی نایوی قابل تورم هست، تورم میشه و ممکنه که انسباب تقیوی پلورا یا آمپیم با این مترافق باشه. باز همیم شروع آنی داره، اما شروع از این نسبت به آنست یعنی اکیوت آنست از روی یا شروع آنی از روی نسبت به خود استف نمونی ها کم کم تر است. شروع از آنی اما در او فالمنانت هست به شکل حجمه یه در استف نمونی. تب و لرزه داره مریض، وسعت تنفس داره، تکیپنی داره مریض، تقشوی خونی، امپتایزیس ممکنه قابل دریافت باشه و همچنین سرفه داره مریض. در شکل وخیم از او مریض چست اندراوینگ، گرانتینگ داره، استرایدور ممکنه پیدا بشه، مشکلات تغذیه سیانوس. با اسخو هم ما رال و آزای برانشیل در نوعی مختلف در نوعی متکاسف میبینیم، میتونیم ببینیم. از نظر لابراتوری هم معمولا نظم از لوکوسایتوزیس دیده میشه. ASO انتی استرپلایزین او تیترزو بلند هست، یعنی از 200 بالاتر هست و ما در صورتی که بازل پلورا بکنیم یا کشت خون بکنیم، میتونه که عامل مریضی در واقع از کشت مای پلورا یا کشت خون دریافت کنه. از نظر اکس ری هم خیار انترستیشل است، در اینجا اگر ببینیم یا انترستیشل قابل دریافت هست میباشه که کمی ببینیم این اگه ببینیم اینا کلن حالت انترستیشل نشون میده، اینا حالت انترستیشل نشون میده، این قسمت ها اینه که یک شکل منتشر کسافت منتشر پر برانشیل ممکنه که چه قابل دیده باشه. برانشیل اگر ما شما ببینیم اطراف از دوربر از کلن چه آفات منتشر یا کسافت های منتشر پر برانشیل قابل دریافت است.
دیگه همچنین انصباب پلورا یا پلورال افیوژن ممکن دیده بشه که در اینجا باز تصویر از آورده نشده. در این مریض همین مریضی که در اینجا گرفته شده این انصباب پلورا نداره، اما در انصباب پلورا در این قسمت رو میبینید که زاویه کوستوفرنیک از چیکار میشه قابل رؤیت نیست، یعنی در واقع بسته میشه زاویه. اختلالات که داره یک پلورنت آمپیم ممکن دیده بشه که بسیار معمول هست، آمپیم یا موجودیت مایع تقیحی در داخل شش، تقیح منتشر زیوی غیر معمول هست، باکتریمی در 10% میزان دیده میشه و اختلالات سپسز مثل اوزدام یا استیمیالیت بسیار کم در این واقع دیده میشه برخلاف استفنمونی. برای تشخیص زوما از تاریخچه و از عرض علائم لابراتوار اکس ری از تمام موضوعات که ما شما مطرح کردیم این نمونه رو روی هم بگذاریم و به تشخیص قطعی میرسیم. و از نظر تداوی به مریضا پنیسیلین جی میدیم به مقدار 50,000 الی 100,000 یونیت فکر رو گرام وزی بدم، دوزهای منقسم که 3 تا 4 دوز میتونه بدیم، دو تا 3 هفته بعد دوام تداوی صورت بگیره، یعنی دوام پیدا بکنه. در صورت که آمپیم رقیق باشه میتونیم شکل متکرر تخلیه بکنیم و در صورت که آمپیم زخیم باشه باید ما چستیوب یا تیوب صدری تطبیق بکنیم. جواب به تداوی بسیار آهسته در ظرف 2 تا 3 هفته تداوی میشه ولی بهبودی کامل ایجاد میشه در صورتی که ما تشخیص درست و تداوی درست را اجرا بکنیم. و بالاخره پرایمری اتیپیکال نمونیا یا نمونیای غیر وصفی که اینا معمولا توسط مایک پلازما نمونی برام مایک پلازما نمونی ها یاد میشه که توسط عامل مایک پلازما ایجاد میشه، توسط قطرات هوایی منتن و همچنین در موسم سرما در زمستان و در اوایل بهار ممکنه که ایجاد بشه. فاکتور مساعد کننده از هم ازدحام هست، جایی که بودباش مردم و تجمع مردم زیاد باشه در اونجا زیادتر اتفاق میفته، در خانواده هایی که تعداد خانواده از اون زیادتر هست یا در افراد خانواده زیادتر هست در اونجا زیادتر اتفاق میفته، در اطفال کمتر از 4 سال غیر معموله و در شیرخواران هم کمتر دیده میشه. از پاتولوژی نزد مریضا رانسل، ارتشای رانسل و همچنین انترستیشیال انساج بین الخلالی مصاب میشه، وجودات بین اجا بین و سنخی اوزیمایی میشه و غشای مخاطی برانشول ها التابی میشه و بالاخره نکروز و تقرح. یک از اگر شما کس پرسان بکنه که نکروز و تقرح در غشای مخاطی برانشول ها یا در نسج ریه در واقع در کدام نوع نمونیا دیده میشه، شما میگم که در نوع پرایمری اتیپیکال نمونیا. بالاخره انسداد برانشول ها در اثر تقوی و نیکروز در اثر التوبی شدن ممکنه که باعث در واقع انفیزیما شیم، ممکنه باعث انفیزم و همچنین اترکتاز از نزد مریض ایجاد بشه. در پلورا اگزودات فیبرینی قابل دریافت هست. از نظر کلینیکی شروع از این ممکنه که تدریجی به شکل آنی باشه، معمولا به شکل تدریجی هست ولی ممکنه که به شکل آنی هم ایجاد بشه. دوره تفریق از 1 الی 12 روزه. عرض ابتدایی در نظر میز اگه ابتدایی خستگی و سردردی و گلودردی و تب و درد از عضلات سرفه از عضلات عرض عمومی ایجاد میشه که البته سرفه در ابتدا خشک هست و بعد از اون با تقشع مخاطی همراهه، قیهی نیست، مخاطی همراه است و ممکنه که هموپتایزی خفیف هم قابل دریافت باشه. اصلا تنفس معمولا مریضا اتیپیکل ندارن، فقط سرفه دارن مریضا و سرفه با تقشع مخاطی دارن، اصلا تنفس ندارن این مریضا. غیر معمول است، ممکنه داشته باشن ولی بسیار غیر معمول است. علائم محدودیت فیزیکی مثل مانند اتقان بلعوم زخم عقدات لنفاوی اون قابل دریافت هست و رال در ریه ما میشه اسخام میکنیم و ممکنه که مریضا به صورت خود به خود خوب شن و بدون کدام تداوی. برای تشخیص از روی تشخیص تفریقی از وایرال نمونیا و رکتسیا تشخیص تفریقی بسیار مشکل هست، اینا هم چون در واقع اتیپیکال نمونیا رو ایجاد میکنن. در این مریضا WBC نرماله. وقتی که مریض میاد پیش موی شما و ما شک نمونیا میکنیم، علائم معاینات خونی میگیریم، اگر WBC نرمال بود شک ما به اتیپیکال نمونیا یا پرایمری اتیپیکال نمونیا شک میکنیم. عامل مرض تقشع بلومی قابل تجرید هست، توسط تست الیسا و ایمونوگلوبین ام در مرحله حاد میتونیم تشخیص بدیم مریض اکر و بعد از هفته اول تثبیت انتیبادی ایمونوگلوبین جی توسط تست کامپلمنت فیکسیشن ارزش تشخیصی داره که در واقع یعنی در هفته اول ایمونوگلوبین ام با تست الیسا دریافت میکنه و در هفته های بعدی باز ایمونوگلوبین جی آی جی جی میتونیم دریافت کنیم.
تست های سیرولوژی است. از نظر اکس ری علائم رادیوگرافی نظر به دریافت های فیزیکی شدید داره. مریض گفتم که یک حالت دیستریس تنفسی مریض نداره، شاید لحاظ کلینیکی مریض وضعیت خوب داشته باشه، اما آفات رادیولوژیک از او زیادتر است. میبینیم در اینجا اگر ما مشاهده بکنیم در قسمت یک لوب تقریبا سفلی ریه چپ، اینجا قسمت متوسط لوب سفلی مصاب شده، و در صورت که مریض اگر استف نمونی یا نموکوکل نمونی یا استرتوکوکل نمونی باشه و همچون تظاهر اکسی بده، وضعیت عمومی مریض از لحاظ کلینیکی بسیار خرابه. اما در این مریض که است چون اتپیکال نمونی ها علت از او است، وضعیت رادیوگرافی اینجا میبینیم بسیار خراب نشون میده، اما وضعیت فیزیکی از او کمتر شدیده. خب از لحاظ گفتم بزرگ شدن عقدات لنفوی نایه، این قسمت ببینیم، این قسمت عقدات لنفوی نایه سوروی بزرگ شده، تجمع اگزودات دیده میشه، بعضا ممکنه که انسباب پلورو یا پلورال افیوژن قابل دریافت باشه، و ارتشا ممکنه که یک لور مصاب بسازه، و اکثرا لوبای سفلی دیدیم که گفتم در لوب سفلی قسمت متوسط لوب سفلی و ریه چپ بر مصاب ساخته. از نظر تداوی توسط مکرولیدها معمولا تداوی میشه، اون در تحفیل ها 10 روز که میتونیم از ازیترومایسین یا کلازیترومایسین استفاده بکنیم، که ازیترومایسین به مقدار 10 میلی گرم پر کیجی در روز اول و بعد از 5 میلی گرم فیکروگام از بدن به روز دوم تا پنجم برای مریض تجویز میشه، یا کلازیترومایسین به مقدار 15 میلی گرم فیکروگام از بدن برای مریض تجویز میشه، که البته هر روز دو دوز تو در واقع باید ما به دبلیو این جی باقی مونده، باید ما بنویسیم تو دوز است. خب برای هر فوت الی 10 روز میتونیم تجویز بکنیم. خب مسئله گرمی بود جلسه پنجم شما، خدا کنه که موثر واقع بوده باشه. در صورتی که کدام سوال داره میتونیم که از طریق پورتال یا از طریق کانال تلگرام سوالات خود مطرح بکنیم، انشاءالله در خدمت خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.